پرزیدنت ترامپ در جریان مبارزات خود برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 وعده کرد آمریکا را از آنچه او جنگ‌های بی‌پایان خواند خارج کند، اما هنوز 200,000 نیروهای آمریکایی در خارج و عمدتاً در خاورمیانه مستقر هستند. پاتسی ویداک ساوارا خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید نگاهی دارد به استراتژی دولت آمریکا در مقابله با چالش‌های خارجی در سالی که گذشت و آنچه که پیش روست. نارامی در شمال شرقی سوریه پس از خروج بخشی از نیروهای آمریکا از سوریه در ماه اکتبر راه را برای حملات ترکیه علیه کردها باز کرد. گزارشی از پنتاگون در پی آن نشان داد که خروج نیروهای آمریکا به گروه تروریستی داعش فرصت بازسازی فراهم می‌کند. موضع ما در سوریه امروز شکننده‌تر و پیچیده‌تر از قبل از توافق پرزیدنت ترامپ با رئیس جمهوری ترکیه است. پرزیدنت ترامپ نیروها را از سوریه به عراق منتقل کرد و اکنون 6,000 سرباز آمریکایی در آنجا حضور دارند. اما چند صد نیرو را برای حفاظت از میادین نفتی سوریه در مقابل داعش در آنجا نگاه داشت. داعش بیشتر قلمرو خود را در عراق و سوریه از دست داده، با این حال تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز هنوز یک تهدید جدی است. در منطقه ثباتی که تضمین کند نیازی به استقرار نیروها نداریم و یا با خطر نظامی در آینده روبرو نیستیم وجود ندارد. با این حال رئیس جمهوری اغلب تاکید می‌کند که نبرد آمریکا با داعش موفق بوده و ابوبکر البغدادی را نابود کرده، از جمله در دیدار غیر منتظره اخیر خود با نیروهای آمریکایی در افغانستان. از مجموع 14,000 نیرو در افغانستان 2,000 نیرو خارج شدند و مذاکرات صلح با طالبان در جریان است. ما می‌خواهیم تا زمانی که توافق و پیروزی کامل داشته باشیم در افغانستان بمانیم و آنها سخت خواهان یک توافق هستند. پرزیدنت ترامپ با عمل به وعده اتخاذ سیاست سخت‌تر در برابر تهران پس از خروج از توافق برجام به تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران اقدام کرد. و پس از حمله ماه سپتامبر به تأسیسات نفتی ریاض که تهران مسئول آن قلمداد شده، 3,000 نیرو به عربستان سعودی اعزام کرد و ماها پیش از آن تلاش کنگره را برای خاتمه دادن به حمایت واشنگتن از ائتلاف عربستان سعودی در جنگ یمن وتو کرد. در همین حال آمریکا 28,000 نیرو در کره جنوبی برای بازداری کره شمالی دارد و مذاکرات نتوانسته آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ را متوقف کند. و مقامات آن وعده آزمایش دیگری را به عنوان هدیه کریسمس دادند. کیم جونگ اون سعی دارد توجه ترامپ را جلب کند، زیرا می‌فهمد که بوروکراسی آمریکا در مورد نوع توافق یا مذاکره محتاط‌تر از خود ترامپ است. از کل 1,300,000 نیروهای مسلح آمریکا، حدود 200,000 سرباز آمریکایی در سراسر جهان مستقر هستند.